سلام به همه شما دوستان عزیز خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب امروز میخوام به شما یه وبسایت فوق العاده خوب رو معرفی بکنم که توی ایران اگر دارید زندگی میکنید میتونید از طریق این وبسایت به راحتی به درآمد چند میلیون تومانی در ماه دست پیدا بکنید قبل اینکه ویدیو امروز شروع بکنم خواهش میکنم از ازتون کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید آدرس کانال تلگرامی من این بالا هست آدرس این استا و توییتر منم که جدیدا جدیدا رو اندازی کردم هم. قرار گرفته تو ایران افغانستان و تاجیکستان اگر هستی در تلگرام من هم حتما عضو شید تا ویدیوام رو که توی تلگرام هم قرار میدم و دست ندید بریم سراغ آموزش امروز چیزی که میخوام بهتون معرفی بکنم یه آموزش تقریبا خوب هست که البته اگر از روشی که من بهتون میگم پیش برید و شروع بکنید به کسب درآمد میتونید انتظار داشته باشید ماهی حداقل 15 میلیون تومان درآمد به دست بیارید این حداقله مونتا اگر به شیوه و روش و خودتون میخواید کار انجام بدید پس این ویدیو رو میتونید نبینید همین الان دیسلایکش کنید و از صفحه خارج شید فکر میکنم راحتتر و بهتر هست که وقتتون رو هم صرف دیدن یه ویدیوی آموزشی نکردید خب همینطور که دارید می‌بینید این وبسایت وبسایتی یه به شرکت سختگوشانه ریس با اسم تجاری اسکانت.ir که شما میتونید این رو توی اینترنت میتونید بزنید و بازش بکنید فعالیت عمده این وبسایت بر اساس فعالیت بازاریابی شبکه‌ای هست و نتورک قانونی که توی ایران راه اندازی شده شرکت های بسیار زیادی توی ایران دارن کار میکنن شما میتونید عضو این شرکت ها بشید و خدمات و محصولاتی که اونها میفروشن رو شما هم میتونید بفروشید و به درآمد برسید اما با فروش محصولات چه چیزی آید شما میشه شما با فروش هر کالایی که انجام میدید یه درصد تخفیف دریافت میکنید این تخفیف ممکنه یه درصد باشه ممکنه ده درصد باشه تماما بر اساس سیاست هایی که شرکت ها در اختیارتون قرار میدن به ازای ورود و به ازای ورود یعنی به ازای فروش کالاهایی که زیر مجموعه های شما هم از طریق این شبکه ها انجام میدن پورسانت پرداخت میشه به شما یعنی یه بازاریابی شبکه‌ای منسجم و اتفاقی این وسط میافته اینه که همه این روال رو به صورت ثابت دارن انجام میدن اما چه تفاوتی بین این مجموعه و شرکت های دیگه وجود داره یعنی یه بچه تمایزی که باعث میشه افراد به این سمت حرکت بکنن و فروش داشته باشن چه چیزی میتونه باشه و تفاوتی که مثلا این شرکت با بقیه شرکت های بازاری و که الان تو ایران دارن فعالیت میکنن میتونه داشته باشه چیه شرکتی که فعالیت میکنید خیلی مهمه که شما این رو مطمئن باشید که این شرکت از لحاظ اینکه مثلا فعالیتش رو به صورت قانونی در وبسایت وزارت صنعت معدن تجارت فعالیت خودشو ثبت کرده باشه و بدون اختار باشه خیلی خیلی میتونه مهم باشه برای شما که شما شرکت رو انتخاب بکنید که محدودیت یا مشکلی از این بابت نداشته باشه یا،, یا مثلا کاری برخلاف قوانین انجام نداده باشه چه کاری میشه خارج از قوانین انجام داد اینی که شما تراکنش های مالی رو در خارج از سیستم بانکی بیای به برسونی و این تراکنش ها رو برای دریافت پرسانت بیشتر با مخاطبین و مشتریان خود خودت توی مجموعه شرکتت بخوای هدایت بکنی این شرکت تا به الان اختاری دریافت نکرده و تا به الان هم داره فعالیت میکنه دفترشون هم تو آرژانتین خیون تهران مدون آرژانتین اون سمت هست. تو خیون بهشتی اسخای میکنم تو خیون بهشتی و افراد خود میتونن برن اونجا حتی مثلا خودشون خریدشون رو انجام بدن یا ثبت بزنن یا هر کار دیگه ای اتفاقی که امروز میفته اینه که شما در عین حالی که میای پورسانتتون میگیری از ورودی و از فروش کالایی که داری انجام میدی تخفیف دریافت میکنی یه مزیت خیلی خوبی که اینها در اختیارتون قرار میدن اینه که شما رو بیمه میکنن بیمه تامین اجتماعی خب با توجه به هزینه هایی که بسیار بسیار زیاد هست در بود بیماری هایی که به وجود میاد مریضی ها، چه برای آقایون چه برای خانمها و هزینه های بسیار زیادی که شما اگر بیمه نباشی باید پرداخت بکنی برای تهیه دارو برای ویزیت یا خیلی مسائل دیگه مزیتی که این سیستم نسبت بقیه داره دقیقا همین بحث بیمه شونه یعنی به ازای ورود افرادی که وارد این سیستم میشن ازشون و به ازای فروشی که دارن انجام میدن بهشون و حتی زیر مجموعه هایی که دریافت میکنن فروش هایی که انجام میدن به همه اونها بیمهشون میکنن اما این یک شرطی داره شرطش اینه که شما حداقل 500 هزار تومن در ما کالا بفروشی براشون یا میتونه خودت خرید انجام بدی فرقی نمیکنه شما اگر محصول رو میخوای استفاده بکنی که در زمینه مسائل بهداشتی هست میتونی از طریق این سیستم تعمین بکنی شامپوی سرته مومته ژلت یا هر چیز دیگه که مد نظرته شما حداقل با فروش 500 هزار تومن اگر بخوای یه ماه رو تقسیم بر مثلا چهار هفته بکنی دو میلیون تومن قرار باشید در یه ما بفروشی با 500 هزار تومن به ازای پنج روز شما بیمه میشید و با این بیمه میتونید دفتر بیمه تهیه بکنید 500 هزار تومن هم مبلغی نیست که شما فکر کنیم مثلا خیلی مبلغ زیادیه نه به هیچ شما نمیتونی چیزی نیست اگر از روش هایی که من بهتون میگم استفاده بکنید و طی این ویدیو و ویدیو حالا سعی میکنم همش رو توی یه ویدیو خلاصه بکنم اما اگر خودتون میخواد شروع بکنید به فروختن به صورت کاملا آزاد میتونید به هر شکلی که مدن نظرتون رو بفروشید و اینقدر شما در خودتون میبینید که بتونید شبکه سازی بکنید و از طریق اون شبکه سازی بتونید درآمد خیلی خوبی داشته باشید حتما این کار رو انجام بدید توی این سرویس دو فروش رو شما میتونید انجام ب... دو فروش رو میتونید داشته باشید یا فروش بر اساس یک کاربر معمولیه که شما میخوای یه کالایی رو خرید بکنی خودت استفاده بکنی نه پورسانتی میخوای نه از زیر هات مثلا میخوای پورسان دریافت کنی نه میخوای تخفیف بگیری ببینید شما مثلا میری پنج تا شامپو پنج... چهار تا شامپو میفروشی وقتی چهار تا شامپو فروختی یعنی هم به تو سه درصد تخفیف شده هم به شما از ورود زیر مجموعه هایی که دارن این کالا رو میخرن بین دو تا دوازده درصد به تخفیف میده و همین که زمانی که شما مثلا رفتی چهار تا شامپو خریدی شرکت یه شامپو به شما اضافه به عنوان هدیه پرداخت میکنه تو تمام کالاهاشون به همین شکله یعنی شما امروز اصلا میری چهار تا میخری یه دونه اضافه بهت میدن اون یه دونه رو میتونی نگه داری برای خودت و بعد اون رو دوباره میتونی بفروشی خب شما همین الان نمیدونم واقعا توی ایران شامپو چقدر قیمتشه ولی مثلا من اینجا شامپو میگیرم 70 لیر 80 لیر 100 لیر میشه هولوچ به پول ایران 300 هزار تومان یا میشه 210 هزار تومان این شامپو توی ایران قیمتی که اینا دارن میفوشن خیلی پایین تر از این چیزاست یعنی شما شامپو رو میتونی بخری با 30 هزار تومان با 60 هزار تومان با 50 هزار تومان مسئله به نوع شامپو که مثلا موی چرب داری موی معمولی داری یا هر چیز دیگه ای خب شما اگر چهار تا شامپو رو خریدی و چهار تا شامپو رو به صورت جدا رفتی فروختی یا زیر مجموعه های شما رفتن خریدن مصرف ماهانه خودشون رو از این سیستم و اومدن استفاده کردن شما یه دونه جایزه گرفتی ولی به شرط اینکه این چهار تا سفارشت همش یه جا باشه اینه اگر میخوای شامپو بخری برای مشتریات سفارش که ثبت کردی برای مشتریات چهار تا شامپو چهار تا رو یه جا ثبت کنی یعنی تو یه فاکتور ثبتشون کنی اما شما این مشتری رو از کجا میتونی پیدا بکنی ببینید قبل از اینکه شما وارد بحث فروش بشید و قرار باشید یه شبکه سازی ایجاد بکنید یادتون باشه که شبکه شما میسازید مدیرش خودتی یعنی شما خودت قرار فروشندگی رو انجام بدی شما به عنوان یه بازاریاب قرار فعالیت بکنی حالا افراد جدیدی که میان شما میتونی اونها رو بذاری دست سرویس و دست چپت فرقی نمیکنه تو هر لولی هم که داشته باشی تو این سرویس به وارد میشی و میفروشی پس هیچ محدودیتی از اینکه شما تخصص داشته باشی یا نداشته باشی وجود نداره شبکه سازیت رو میتونی توی تلگرام انجام بدی میتونی توی فیسبوک انجام بدی میتونی توی واتساپ انجام بدی میت میتونی توی شبکه های مختلف اجتماعی که وجود دارن مثل این همین کالاها ها رو برداری اونجا عکساش رو و شروع کنی به فروختن بذارید من مثلا الان براتون باز بکنم مثلا مراقب مثلا دهان و دندان فکر میکنم خمیر دندون هم حتی داشته باشن که قیمتش فوقالعاده پایینه خمیر دندون چند کاره خمیر دندون زغالی به عنوان مثلا من همین خمیر دندون زغالی که اینجا نوشته 26705 تک تومنیه این خمیر دندون رو ما توی ترکیه الان میخریم به 50 لیر به 60 لیر و خب خمیر دندونیه که معمولیه فرقی نمیکنه چه خمیر دندونی میتونه باشه همین خمیر دندون رو شما توی ایران بیای میخری به 26 هزار تومن قیمت کالا رو میتونید توی فروشگاه های مختلفی که اصلا بررسی بکنید اگر میخوای کار انجام بدی بیا یه شبکه یه صفحه اینستا برای خودت راه اندازی کن و برو اینجا عضو شد توی این سیستم حالا من لینک عضویت رو براتون میذارم و میگم مزیت این که ثبت نام بکنید از زیر مجموعه بشید چه تفاوت داره با اینکه مثلا شما فروشنده معمولی بشید شما میاید عضو میشید و بعد میاد همین کاله ها رو برای خودتون توی اینستاگرام تبلیغ میکنید و شروع میکنید به فروختن کالاها رو شما جدای از اینکه سه درصد تخفیف دارید میگیرید روی این کالا که الان قیمتش 26705 تومنه وقتی به عنوان مثال سه درصد تخفیف بگیری به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم چون الان نمیتونم حسابش رو انجام بدم ولی ممکنه مثلا به شما بدم 24000 تومن شما همین کالا رو در این حالی که الان فروختی 26 دو هزار تومن 2000 تومن سود میکنی اما روال کاری شما دیگه این نیست شما حتی باید کالا برای مشتری بفرستی اما اینجا این اتفاق نمیفته مزیت به این شکلی که شما بعد از اینکه ثبت نام کردید میتونید آدرس مشتریت رو بدی مثلا مشتری شما اومده یه خمیدندون سفارش شده از شما یه, رج... یه مثلا یه دونه اتکلن سفارش شده یه مثلا اه... مراقبت از شامپو و شوینده و این چیزا سفارش داده اینها همه رو شما براشون توی یه فاکتور ایجاد کردید و همه سفارش مشتریتون شده توی یه فاکتور حالا اگر سفارش مشتری, شده ش... مشتری شما شده 200 هزار تومن این سفارش به صورت رایگان برای مشتری شما از سمت این شرکت ارسال میشه پس یکی از مزایای دیگه که اینا دارن اینه که کالا رو برای شما حتی پستش هم میکنن به صورت رایگان و نیازی نیست شما بری خودت کالا رو بگیری دوباره برای مشتری پستش بکنی چون خیلی زمان زیادی میبره این کار اتومات توسط اینها انجام میشه فقط شما سفارش رو میگیری ثبتش میکنی آدرس مشتری رو میزنی تلفنش رو ثبت میکنی و تمام همه روال کاری رو خودشون انجام میدن حالا بعد از اینکه اینا سفارش رو گرفتن و فرستادن شما با زور داره میبینی شما رسید بارکودش رو داری میبینی که همون رو میتونی در اختیار مشتری قرار بدی حالا من توی این دوتا ویدیوی که در مورد این روش ها کسی درآمدی باهاتون صحبت میکنم در موردش بهتون میگم که شما چه کاری رو میتونی انجام بدی که بیشتر سود ببری یعنی هم کالا برای مشتری پست شده که شما دردسر پست کردن کالا نداری و نیاز نیست بری قرارداد ببندیم با پست شما نیاز به درگاه بانکی که قرار باشه مشتری شما بره سفارش ثبت بکنه نداری شما سفارش مشتری تو حتی با تخفیف داری میگیری تخفیف که حتی مشتری شما خبر نداره و بعد هم میتونی ثبت بکنی تمام روال سیستم به صورت کاملا اتومات انجام میشه سه درصد در تخفیف داری میگیری از ورودی هایی که داری انجام میدی داری درصد میگیری پورسانت فروشی که فروشنده های دیگه انجام میدن رو شما هم داری میگیری و در این حال بیمه هم داری میشی یعنی در ماه شما حتی حق بیمه هم پرداخت نمیکنی و سر ماه میتونی انتظار این داشته باشی که شما بیمه شدی و حتی اسمت به عنوان سابقه فردی که سابقه بیمه داره نزد سازمان تامین اجتماعی ایران که یه مرکز واقعا بزرگ هست برای بازنشستگی و حتی برای درمان شما میتونی ازش استفاده ببری خب توی این سرویس دو تا عضویت وجود داره یعنی شما اگر وارد این سیستم شدی خاصی خودت این کار انجام بدی یادت باشه دو تا ثبت نام میتونی انجام بدی یا میتونی مشتری معمولی باشی که هیچ چیزی در اختیار شما قرار نمیگیره یعنی نه بیمت میکنن نه به تخفیف میدن و نه از زیر مجموعه میتونی سود ببری اما اگر اومدی به عنوان ثبت نام مشاور فروش رو زدی زمانی که مشاور فروش رو شما کلیک میکنید به ازای معرفی که فردی که شما رو معرفی کرده شما میتونی از ورودی افراد جدید هم پورسانت بگیری یعنی شما الان میای با لینک من به عنوان مشاور فروش ثبت نام میکنی من یه پورسانت از فروش های شما دریافت میکنم در عین حال شما هم که افراد دیگری رو دعوت میکنید به سیستم دقیقا اونها هم باید بیان ثبت نام مشاور فروش رو خودت میری کلیک میکنی و اینجا کد معرف رو آیدی خودت رو میزنی مثلا برای من هست محمود بیز ببینید شما اگر اومدی اینجا کد فروش رو زدی محمود بیز ببینید اسم و فامیلی من رو اینجا نمایش میده به شما من اسمم محمود فامیلی من بیز و یه مسئله خیلی مهم شما اگر مشاور شدی یعنی اگر کسی شما رو دعوت کرد یا باشه اول اینکه شما قرار باشه به با عنوان مشاور فروش باشین این ثبت معرف و مشخصات بالاسری به صورت اجباریه یعنی شما 100 درصد باید اینها رو بزنید حالا این یادتون باشه اگر خواستید ثبت نام بکنید با اسم من و فامیلی من محمود بیز میتونید ثبت نام کنید من الان این رو هم زیرنویس کردم که شما بتونید دقیقا درست بنویسید محمود بیز رو و بتونید ثبت نام بکنید وقتی شما این رو وارد میکنید اسمتون دیده میشه همینطور که اسم و فامیلی من رو دارید میبینید خب اینجا زمانی که شما ثبت نام خودتون انجام بدی میشه دقیقا زیر مجموعه محمود بیز و هر فروشی که شما انجام میدین منم پورسانت میگیرم و من هم از فروش هایی که دارم انجام میدم دارم فرو... تخفیف میگیرم و در این حال دارم بیمه میشم حالا زمانی که شما اومدی خودت عضو این سیستم شدی یعنی بعد از اینکه مثلا کد محمود بیز رو زدی اسم خودت رو دف برای دفعه بعد مشتری جدیدی که مثلا به دست آوردی یا مثلا خانواده‌ت رو صحبت میکنی که اونها هم شروع کنن به فروختن و اونها هم بشن زیر مجموعه شما اونها هم که خواستن وارد بشن مشخصات معرف رو باید اسم شما بذارن اما مشخصات بالا یا پدرت یا مادرت یا خواهرت یا خالت یا هر فرد دیگه که ممکنه زیر اون بخوای مثلا قرارش بدی شما اگر خواستین افراد مستقیم زیر دست خودت باشن و یه شبکه فروش قوی را بندازی هر دوتاشو میتونی اسم خودتو بذاری یعنی هم میتونی مثلا معرفش خودت باشی و هم میتونی بالا سریش خودت باشی هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن. اما اگر خواستی معرف شما باشی یعنی شما سرشاخه هستی و یه دستت مثلا اسقرنامی هستی قرار باشه مشخصات بالا سری افرادی که وارد میشن زیر دست اسقر باشن میتونی اسم اسقر رو اینجا یا کد بازاریابیش رو اینجا بزنید وارد کردن این کد بازاریابی الزامیه چرا به این علت که افرادی که وارد این سیستم میشن دوتا بودن دیگه یا مشتری معمولی بود که هیچ پورسانتی نمیگرفت یا مشتری بود که از سمت یه نفر دیگه معرفی شده بود اون این کد معرف دقیقا همونیه که شما باید بزنی و وارد یه شبکه فروش بشی دقیقا همین روال رو برای خودتون هم شما میایید و انجام میدید هیچ فرقی ما هم دیگه نمیکنه خب اونایی که میان زیر مجموعه ای من میشن مشخصات معرف رو میزنن محمود بیز مشخصات بالا سری رو هم میزنن محمود بیز محمود هم که میبینی به چه شکلی نوشته شده M A H M O U D بیز مشخصه اینجا ببینید محمود بیز. زیر نویسم کردم میتونید ببینید وقتی که شما رفتیم خودت وارد این سیستم شدید دیگه اولا شما اومدید زیر, دست زیر مجموعه محمود بیت شدی خودت میای یه اکانت میسازی اینجا اکانتی که ساختی اسم خودتو دقیقا تو مشخصات معرف میزنی مشخصات بالا سری فردی هم که داری معرفی میکنی دوباره خودتی حالا میری مشخصات مشتری رو وارد میکنی این که دارم میگم مشتری مثلا اعضای خونوادته یعنی شما به اعضای ورود هر یک از اعضای خونوادت که اونها هم فروشی انجام بدن شما پورسانت میگیری پس عملا این سرویس برای افرادیه که میخوان وارد بشن و شروع کنن به فروختن فرقی هم نمیکنه شما به عنوان یه فردی که معرف میشی اسم خودتو بالا میزنی و افرادی که خواستن بازاریابی انجام بدن و شروع کنن به فروختن میان مشخصات چون این پایین وارد میکنی یعنی نامش نام نام خانوادگی جنسیتش رو مشخص میکنید تابعیتش ایرانی هست یا اتباع خارجی هستن دوستانی که تو ایران هستن افغانی های عزیز اونها هم میتونن تو این سرویس به بیان ثبت نام بکنن و درآمد داشته باشن ولی شما کد شناسایی اتباعتون رو با باید وارد بکنید کد شناسایی اتباع شما میشه همون کد اقامت که مثلا تو ایران میرید دریافت میکنید از اداره مهاجرت میگیرید از اداره اتباع میگیرید یا از هر جایی که کدتون رو دریافت میکنید خب شما اگر یه فرد خارجی بودی پس اتباع رو انتخاب میکنی اگر هم ایرانی بودی که ایرانی بودنت توی این فرم ثبت نام بذارید من یه بار دیگه بهتون بگم شما چرا میایید فرم ثبت نام رو پر میکنید برای زمانی که خودتون میخواد شروع کنید به فروختن و زمانی که خودتون میخواد شروع کنید به فروختن اسم من رو میزنید محمود بیز معرفتون اما اگر خواستید شما هم بازاریاب بگید و زیر مجموعه برای خودتون تشکیل بدید یعنی یه شبکه فروش تشکیل بدید اونجاست که باید بیاد معرف اسم خودتون باشه بالا سری هم اسم خودتون همون نام کاربری یا همون مشخصاتی که شما دقیقا اینجا ثبت میکنید رو بعد از اینکه اکانتتون رو ساختید برای اینکه بازاریاب جدید به عنوان زیر قرار بگیره باید بیاد اسم خودتون رو بعدن بالا پس ثبت بکنید که بعد از اینکه زدید اسمتون رو و فامیلیتون رو شما میتونید اینجا توی مشخصات معرف و بالا سری میتونید مشاهده بکنید و در این حال بعد از اینکه شما تمام این موارد رو تکمیل کردید یعنی نام نام خانوادگی جنسیت و تبعی چه کشوری هستید ایرانی هستید افغانی هستید یا تاجیک کد ملیتون و شماره موبایلتون رو ثبت کردید باید نام کاربری ورود به این پلن رو ثبت بکنید یعنی یه نام کاربری میزنید یه رمز و تکرار رمز رو پایین میسنید بعد از اون براحتی با انتخاب گزینه شرایط و قوانینی که این پایین نوشته ضمن اینکه مطالعه میکنید این شرایط و قوانین رو میتونید گزینه ثبت نام رو کلیک کنید و ثبت نام شما در این حال به راحتی انجام میشه و شما میشید یکی از فروشندگان و مشاورین فروش حالا هر زمانی که شبکهتون رو گسترش دادید به همین شکل میایید مشاورین جدید رو زیر مجموعه خودتون ثبت میکنید دیگه بعدش میاد اسم خودتون رو به عنوان معرف میزنید و مشخصات بالا سریم اسم خودتون رو میزنید که بقیه شروع کنن به فروختن و شما از طریق ورودی اونها بتونید به راحتی پورساند دریافت بکنید تمام این کار به صورت کاملا اتومات توی این سیستم انجام میشه و هیچ گونه محدودیتی هم برای شما وجود نداره سعی کنید توی زمانی که وارد این سرویس میشید عملا اطلاعاتتون رو بیشتر بکنید و بعد که اطلاعاتتون رو بیشتر کردید بیاید و شروع کنید به فروختن فروختن کالاهایی که شما به راحتی از طریق اونها میتونید به درآمدهای بسیار خوبی دست پیدا بکنید توی این سرویس این قابلیت فراهم شده و شما به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید در فروش در فروش محصولات آرایشی دستتون خیلی بازه چون شما از شبکه های مثل این و سایر شبکه‌ها میتونید استفاده کنید برای اینکه بتونید فروشتون رو گسترش بدید من این توضیحات خدمتون دادم چون خیلی طولانی شد ویدیو اجازه بدید اینجا ویدیو رو استاپش میکنیم تو قسمت بعدی که فردا بهتون ارائه میشه میتونید در مورد پلن این سرویس بیشتر بدونید و حتی امکاناتی که در اختیارتون قرار میگیرن رو هم اونجا به راحتی باشون آشنا بشید بسیار خب خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید تا به این لحظه همراه کانال محمود در یوتیوب بودید وقتی من و سلامتی باشه برای همتون آره آرزوی شب و روز خیلی خوبی دارم ویدیو بعدی رو حتما ببینید و از دست ندید موفق و پیروز باشید خدا من یارو نگهدارتون